روایت خاندانی دو همسایه مسلمان و نصرانی. دو همسایه که یکی مسلمان و دیگر نصرانی بود، گاه با هم راجع به اسلام سخن می گفتند. مسلمان که مرد عابد و متدین بود، آنقدر از اسلام توصیف و تعریف کرد که همسایه نصرانیش به اسلام متمایل شد و قبول اسلام کرد. سلام، با یکی دیگر از داستان‌های نکست میدیا خوش آمدین. برای حمایت از ما نکست میدیا را سابسکرایب کنین و از زنگوله را نیز فشار بدین. همچنان برای ویدیوهای بیشتر ویدیو ما را لایک کنین و خود را با جهان بیشتر آشنا بسازین. مسلمان که مرد عابد و متدین بود، آنقدر از اسلام توصیف و تعریف کرد که همسایه نصرانیش به اسلام متمایل شد و قبول اسلام کرد. شب فرا رسید. هنگام سحر بود که نصرانی تازه مسلمان دید در خانهش را می کوبند. متحیر و نگران پرسید: کیستی؟ از پشت در صدا بلند شد: من فلان شخصم. و خودش را معرفی کرد. همان امسایه مسلمانش بود که بعد دست او به اسلام تشریف حاصل کرده بود. در این وقت شب چه کار داری؟ زود وضو بگیر و جامعت را بپوش که بروی مسجد برای نماز. تازه مسلمان برای اولین بار در عمر خویش وضو گرفت و بعد دنبال رفیق مسلمانش روانه مسجد شد. هنوز تا طلوع صبح خیلی باقی بود. موقع نافله شب بود. آنقدر نماز خواندند تا سپیده دمید و موقع نماز صبح رسید. نماز صبح را خواندند و مشغول دعا و تعقیب بودند که هوا کاملا روشن شد. تازه مسلمان حرکت کرد که برود به منزلش. رفیقش گفت: کجا می روی؟ می خواهم برگردم به خانم. فریضه صبح را که خواندیم دیگر کار نداریم. مدت کمی صبر کن و تعقیب نماز را بخوان تا خورشید طلوع کند. بسیار خوب. تازه مسلمان نشست و آنقدر ذکر خدا کرد تا خورشید دمید. برخواست که برود. رفیق مسلمانش قرآن به او داد و گفت: فعلا مشغول تلاوت قرآن باش تا خورشید بالا بیاید و من توصیه می کنم که امروز نیت روزه کن. نمی دانی روزه چقدر ثواب و فضیلت دارد؟ کم کم نزدیک ظهر شد. گفت: صبر کن، چیز به ظهر نمانده. نماز ظهر را در مسجد بخوان. نماز ظهر خوانده شد. با او گفت: صبر کن، طول نمی کشد که وقت فضیلت نماز عصر می رسد. آن را هم در وقت فضیلتش بخوانیم. بعد از خواندن نماز عصر گفت: چیز از روز نمانده. او را نگاه داشت تا وقت نماز مغرب رسید. تازه مسلمان بعد از نماز مغرب حرکت کرد که برود افطار کند. رفیق مسلمانش گفت: یک نماز بیشتر باقی نمانده و آن عشا است. صبر کن تا در حدود یک ساعت از شب گذشته وقت نماز عشا، یعنی وقت فضیلت رسید. و نماز عشا هم خوانده شد. تازه مسلمان حرکت کرد و رفت. شب دوم هنگام سحر بود که باز صدای در را شنید که می کوبند. پرسید: کیست؟ من فلان شخصم، همسایه هم. زود وضو بگیر و جامعت را بپوش که به اتفاق هم به مسجد برویم. من همان دیشب که از مسجد برگشتم از این دین استعفا کردم. برو یک آدم بیکارتر از من پیدا کن که کار نداشته باشد و وقت خود را بتواند در مسجد بگذراند. من آدم فقیر و عیالمندم، باید به دنبال کار و کسب روزی بروم. امام صادق بعد از اینکه این حکایت را برای اصحاب و یاران خود نقل کرد فرمود: به این ترتیب آن مرد عابد سختگیر بیچاره را که وارد اسلام کرده بود خودش از اسلام بیرون کرد. بنابراین شما همیشه متوجه این حقیقت باشید:
که بر مردم تنگ نگیرید. اندازه و طاقت و توانایی مردم را در نظر بگیرید تا می توانید کار کنید که مردم متمایل به دین شوند، نه فراری. ولی راه و روش ما بر نرمی و مدارا و حسن معاشرت و بد دست آوردن دل هاست. بله، ای بود داستان امروز نکست میدیا. برای داستانهای بیشتر نکست میدیا را سابسکرایب کرده و از زنگوله را فشار بتین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. همچنان برای حمایت از ما لایک نمودن ویدیوی ما را فراموش نکنین و منتظر نظریات شما در بخش کامنت هستیم. خدا نگهدار.